شروع روزی دیگر برای استاد رحیم. او بیش از دو هفته است که هر روز با بساطش به اینجا می آید. حرکت اعتراضی مقابل کنسولگری آمریکا در شهر فرانکفورت. اعتراض به سکوت جامعه جهانی و مخصوصا آمریکا در برابر به قدرت رسیدن طالبان و وضعیت کنونی افغانستان. استاد رحیم می گوید اینجاست تا صدای مردم افغانستان باشد. همراهان دیگرش سر می رسند تا او را در این اعتراض همراهی کنند. هر روز ساعت 8 الا 6 بعد از ظهر من در پیشروی کنسولگری امریکا هستم، به خاطر از اینکه از امریکا و متحدینش می خواهیم که رژیم تروریستی طالبان را به رسمیت نشناسه. دو، جبهه مقاومت ملی را که رهبریش با احمد مسعود است از نظر سیاسی، نظامی و مالی حمایت بکنند. استاد رحیم در سال 1357 فعالیت‌هایش را با ورزش شروع کرد. او بنیانگذار ورزش کنگفو در افغانستان است. در ایران اینجا با ورزش کنگفو آشنایی پیدا کردم. وقتی که بر افغانستان برگشتم و برای اولین بار ورزش کنگفو را در موین جوانان در شهر کابل رواج ساختم. و این باعث شد که من به نام استاد رحیم کنگفو مشهور شدم. در آن سالها موفقیت‌های استاد رحیم در ورزش باعث شد تا مورد توجه دولت وقت افغانستان و جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود واقع شود. و من مقاومت ترجمه دادم چون هم اندیشه های بایشان هم خانی داشت و هم گذشته از این مطلب خودم یک آدم سیاسی و نهضتی بودم دو وقت. در همان سالها استاد رحیم به مقاومت پیوست و به یکی از فرماندهان نظامی تبدیل شد. او سالها در صف مقاومت با طالبان جنگید. زمانی که جوان بودیم خب تفنگ دست ما بود، هر جایی که لازم بود با تفنگ پیش رفتیم. حالا که در آلمان هستیم سن سالم بالا رفته، این کار تنها کاری است که ما ساخته است این انجام میدیم. استاد رحیم در سالهای اخیر رئیس فدراسیون کنگفوی افغانستان بود. او در زمینه ورزش بانوان گامهای اساسی برداشت. در عرصه سیاسی افغانستان هم به کار ادامه داد. در وقتی که احمد مسعود در برگشت، بله ما در کابل بودیم، رفتیم من نزدیک دیدیمش، همیشه ملاقاتش می‌رفتیم، جلسات یک می‌داشت، در جلسات شرکت می‌کردیم. ما یک روز بعد از اینکه طالبان کابل را بگیرند در کابل بودیم. باز ما توسط طیارات آلمانی از میدان هوایی کابل باز پرواز کردیم اومدیم به آلمان. استاد رحیم میگوید با یک عمر تجربه و کوله باری از درس‌های احمد شاه مسعود اکنون به همراه یارانش اینجاست تا صدای افغانستان و مقاومت باشند. اینجا هستیم که صدای ملت مظلوم خود را به گوش جهانیان برسانیم و از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود حمایت کنیم. اینجا هستیم تا اعتراض خود را درباره سکوت آمریکا و سازمان ملل نشان بدهیم. برای استاد رحیم زندگی بدون مقاومت مفهومی ندارد. پیش مردم افغانستان مقاومت بهترین زندگی است. او هر روز اینجا خواهد بود تا به خواسته هایش برسد. جمشید بهرامی، فرانکفورت.